چرا طلا گران است؟ تا حالا از خودتون پرسیدین که چرا طلا اینقدر خاطرخواه داره؟ چرا اصلا گرونه؟ به نظرتون دلیلش چی میتونه باشه؟ کمیاب بودنش یا فقط شانسیه که طرفدار داره؟ فلزهای دیگه چرا نتونستن جای طلا باشن؟ با ما باشین تا پرونده طلا رو بررسی کنیم. همراهان تکسان تیوی سلام. امروز میخواییم در مورد دلیل بالا بودن قیمت طلا صحبت کنیم. قبل از هر چیزی لطفاً کانال رو سابسکرایب و زنگوله رو روشن کنید. طلا یک فلز آسمونیه که 3.9 میلیارد سال پیش بعد از برخورد دو ستاره به هم روی زمین سقوط میکنه. طلا رو اولین بار 40,000 سال قبل از میلاد استخراج کردن. از اون موقع تا به الان طلا توی صنعت، پزشکی، زیورآلات و پشتوانه مالی استفاده شده. دلیل محبوبیتش میتونه مربوط به ماهیتش باشه و جایگاه فرهنگی تاریخیش. در ادامه یه سری از دلایل محبوبیتش رو بررسی میکنیم. کمیابه. طلا هفتمین فلز کمیاب جهانه. نایاب بودن تنها دلیل برای با ارزش بودن نمیشه، چرا که روتنیوم با رتبه ششم خیلی ارزونتر از طلاست. برای درک بهتر باید بگم طلا 1/10 نقره پراکندگی داره. این یعنی مقدار نقره‌ای که ساعتی تولید میشه از تمام طلایی که در طول تاریخ استخراج شده بیشتره. برای ساخت زیورآلات عالیه. طلا از دیرباز در صنعت جواهرسازی مورد استفاده قرار گرفته و امروزه 47% طلا برای این کار مصرف میشه. مقاوم بودن اون در برابر آب و هوا و حل نشدنش در خیلی از حلال‌ها باعث شده یک ماده بی خطر برای استفاده مداوم روی پوست باشه و از همه مهمتر جذب بدن نمیشه. از طرفی طلا واقعاً زیباست. به راحتی شکل پذیره. طلا رو میشه به راحتی حالت داد بدون اینکه بشکنه. پس میشه در هر زمینه ای ازش استفاده کرد. حالا میخواد طلاسازی باشه یا صنعت و پزشکی. استخراجش سخته. حفاری معادن طلا هیچ وقت آسون نبوده. حتی با پیشرفت ترین وسایل امروز هم پیدا کردن معدن طلا خیلی زمان بره و در حال حاضر برای استخراج طلا از تکنولوژی و ماشینالات گران قیمتی استفاده میکنند. بعد از استخراج مراحل خالص سازی اون هم قابل توجه، چرا که هم زمان بره هم نیروی کار زیادی میخواد. چین با 12% تولید اولین تولید کننده طلا در دنیاست و بعد از اون استرالیا و روسیه قرار داره. و پنجمین دلیل محبوبیت طلا اینه که درخشندگی خودش رو حفظ میکنه. برخلاف خیلی از فلزات مثل نقره و مس، درخشندگیش رو تحت هر شرایطی حفظ میکنه و این به خاطر واکنش ناپذیر بودنشه. و برخلاف فلز قلب سمی نیست، چون با هیچ چیز واکنش نمیده و مزه‌ای هم نداره. این دو دلیل باعث شده خیلی از رستوران‌های گرون قیمت غذا با روکش طلا رو جز منوی خودشون بیارن. رنگش منحصر به فرده. خیلی از فلزات همرنگ نقره هستن، ولی شما فلزی رو پیدا نمی کنید که همرنگ طلا باشه. آستک‌های باستان بر این باور بودن که طلا عرق خورشیده و از طرف خدا به زمین اومده. تا مدت‌ها وسیله داد و ستد بود. طلا پول رایج اکثر قرن‌ها بوده. ولی حالا چرا طلا؟ درسته که طلا کمیابه، ولی نه به اندازه پلاتینیوم. پس در حد توان میتونست مورد استفاده قرار بگیره. از طرفی فلزات رایجی مثل نقره به دلیل زیاد بودنشون اونقدر ارزشمند جلوه نمی کردن. یه دلیل دیگرش هم مقاوم بودنش نسبت به مسی بود که به راحتی اکسید می شده. کمپانی های تکنولوژی بهش نیاز دارن. به دلیل رسانه برق بودنش طلا به مقدار کم در تکنولوژی استفاده میشه. همین گوشی که دستتونه مقداری طلا داره. به علاوه طلا در نیروگاه‌های هسته‌ای، ایستگاه‌های فضایی و حتی در دندانپزشکی به عنوان روکش دندان هم استفاده میشه. و کلام آخر ما اینه که طلا همیشه یک فلز کمیاب، ارزشمند و زیبا میمونه که از کهکشان‌ها به سمت زمین فرستاده شده. حالا شما به ما بگین که ارزش طلا برای شما چقدره؟ به نظرتون جایگزینی هم براش پیدا میشه؟ خوشحال میشیم نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارین و اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید و به دوستانتون معرفی کنید. ممنون که با ما همراه بودین.